دارم با خواهران عزیز. پیش از اینکه برنامه خود آغاز کنیم، از جناب پلیس اسلام دعوت کنیم تا کرام چند دلوه از پروگرامه شریف من ما پرست نماید. پلیس اسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الله نهاية القرآن وقرآن الرحيم المتدين برادران معزز الكرامي جوان مسلمان دیدار اجازه دید به نمایندگی از انجمن همکاری افغان های نیو ساوت ویلز مراتب سلام ها و احترامات خویش را حضور هر یک شما تقدیم داشته و تشریف آوری شما محترمین در این محفل باشکوه و مطهر که به خاطر شب قدر تدلیل پیدا می کند خیر مقدم بگویم. انجمن همکاری افغان های نیو ساوت ویلز افتخار دارد تا همچون مجالس و معافل متحر را در ساحه امکانات در داشته خود برگزار نماید. البته باید گفت این همه موفقیت ها بدون اشتراک شما برادران و خواهران گرامی به خصوص جوانان پیش قدم به دست نمی آمد که هر گونه سعی تلاش و رهنمایی های مثبت شما عزیزان برای ما قابل ستایش و تمجید است. پروگرام امشب ما شامل دو بخش است، قبل از ادای نماز تراویح و بعد از ادای نماز تراویح. که قبل از ادای نماز تراویح ما فقط مختصرا یکی دو گوینده داریم و یکی دو نعت شریف در ارتباط شب قدر است که دوستان میخوانند و صحبت در ارتباط همچون مسافر هم شب متحره لیل دختره به میان می آید. که ما قسمت بخش اول پروگرام خدا امین بال آباد می کنیم. این فقط تا ساعت 7:30 تام صورت می گیرد. یعنی 7:30 دقیقه تام ما تمام پروگرام بخش اول ختم می کنیم و شامل بخیر ادای نماز بخیر انجام میدیم و بعد از ادای نماز باز بخش دوم پروگرام رو پیش میبریم. همه تمام نهایت محترم حال در این قسمت از برادر نهایت محترم خود جناب انجینیر صاحب رحمت الله الحاج رحمت الله رحمت خواهش میکنیم تا نعتی تکید کردن. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. خاوند ډیر می یادیږي په ارمان مدینه داد جانان مدینه یو ځل می بوزي. خاوند ډیر می یادیږي په ارمان مدینه داد جانان مدینه یو ځل می بوزي. مدینہ ډیر خلای وطن دے زما جانان پکی مدفن دے. داسی زلیږي لکه ستوری د اسمان مدینہ داد جانان مدینہ یو ځل می بوزي. خاوند ډیر می یادیږي په ارمان مدینہ داد جانان مدینہ یو ځل می بوزي. یم دې ناتان طاقت من شتا حتی دې تلو وس من شتا دیم ناتان طاقت من شتا حتی دې تلو وس من شتا. عجم کی نور گزران پا ما شروع نیران مدینہ داد جانان مدینہ یو ځل می بوزي. خاوند ډیر می یادی
خواندڑی رمی آدی بار مدینہ داد جانا مدینہ یو در می بولے تو کائی ماتو کی حالا دے اللہ ستائل ایپ تو آدے ہم پیدا کرے استال مخید جہان مدینہ داد جانا مدینہ یادر می بولی خواندڑی رمی آدین پارمان مدینہ داد جانا مدینہ یادر می بولی نسیم لاش پاک حرم تا سلام دادای پٹولو انبیاء کی سلطان مدینہ داد جانا مدینہ یو در می بولی خواند دیر می آدی پرمان مدینہ داد جانا مدینہ یو در می بولی لرم ارزو آبا خواہشا عثمان چہل یم ډیر ناچار په وخ کلون می د گریوان مدینہ داد جانا مدینہ یو در می بولی خواند ډیر می آدیږي په ارمان مدینہ داد جانا مدینہ یو در می بولی داد جانا دانشمند محترم و فاضل ارجمند خود جناب استاد صادق تقاضا می کنیم تا با صحبت ارجمندشان ما را مستفید بسازند. الحمدلله رب العالمین و اصلی و اصلی و على خاتم الانبیاء و امام المرسلین سیدنا محمد النبی الهدی الامین و على آله و اصحابه التابعین لهم باحسان الى يوم الدین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد شاب شاب ليلة القدر البتة ماه مبارك رمضان شاب مبارك ماه بسيار مبارك خداوند در قرآن میگه که از این خاطر مبارک هست که در این قرآن نازل شده است. اصلا رمضان خودش یک ظرف است، ظرف زمان است. اهمیتی که در ما خیلی مهم است فهم این ما و عبادت در این ما. البته نماز و روزه و حج زکات اینا یک عبادتی است که انسان انجام میتر، اما اینا از خود یک وظیفه دیگه دارد. اقیم الصلاة این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز بخواد از خاطر اینکه نماز شما را از فحشا و منکر نگاه میدار. حالا اگر روزه بگیریم برای چی است؟ یک ماه روزه را گرفتیم، اصلا ماه مبارک رمضان انسان را وادار میسازد که بعض عادتهایی که خراب داریم او عادت را الا بکنیم، یک عادت نو جدید اسلامی برای خود بگیریم. همچنان که از خاطر ماه مبارک رمضان تراویح سنت موکده است، همه ایتون از راه دور چقدر مردم میایید، این شما را عادت می شما عادت میگیرید که در مسجد هر روز خطر بیایید. اگر این تر ماه مبارک رمضان خلاص میشه در اینجا یک سخت مردم نمی باشه، فکر نمی کنیم که اونقدر اهمیت رمضان کسی فهمیده است.
در ماه مبارک رمضان خداوند قوانین اسلامی را که وضع کرده میخواهد این را تطبیق بده بر مردم. شما هم قوانین را که اسلام وضع کرده باید تطبیق بده. مثلا یکی از جمله قوانینی که تمام خانواده ها را رسوا کرده است، منافقت را در مابین انداخته است، نگاه همین چشم انسان است. در رمضان نگاه یه حرام است برای نامحرم نگاه نه. میفهمیم که همه خلق همه همیشه بگه وید رمضان است، این هم بگه رمضان است، وید رمضان دو... از خبالا دروغ نه. چرا همه را عادت باید عادت بگیریم که بعد رمضان همه را داشته باشه؟ خداوند در قرآن کریم میفرماید که یکی از جمله که من میخوام در راجعه چیزی صحبت بکنم که یعنی کمیونیتی ما در این مبتلا است. نمیخوام که امشب البته بسیار دوستان بسیار خوب صحبت ها میکنن. اهمیت علم در اسلام خیلی مهم است. تمام معجزه های دیگر پیغمبران در آسمان بود، یا حضرت عیسی علیه السلام در روی آب قدم زد، یا موسی علیه السلام بحر جدا زد و فرعون لشکر غرق شد، اما معجزه ما قرآن کریم است. وقتی که عبادت میکنیم این قرآن کریم را نفهمیم چه قسم عبادت میکنیم؟ اگر بفهمیم عمل نکنیم چه فایده؟ یک مثال از این در سوره یه چیز اولی در سوره مائده میگه و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. یک مثالی هست که وقتی که نجاشی با امره اصحابش آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیز حضرت جعفر طیاب رضی الله عنه و ارضاه چی را خواند؟ سوره مریم را خواند. سوره مریم را خواند کلگی گریان کرد، تفیض الدمع یعنی سر زد، اشکایشان سر زد. میگه چرا؟ مما عرفوا من الحق، از این که فهمیدن از حق. چرا علمون؟ علمون نگفت، دانستن نگفت، عرفون عرفان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه شریعت احوال ماست، طریقت احوال ماست، یعنی معرفت اسرار ماست. تا تو از اسرار قرآن اونا خبردار شدن که قرآن چی میگه. خب یه علم یکی شرط اساسی اسلام است. خداوند در قرآن میگه که و خرقوا لله بنین و بنات بغیر علم، برای خدا بچه و دختر جو کردن از خاطر که علم میشن نمیدن فهمن که چی هست. مثلا میایم سر موضوع، میگه که خداوند در قرآن میگه که قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضن ابصارهن ويحفظن فروجهن. میگه برای مؤمنا بگو که چشمهایشان را از حرام نگاه بکنن. مردا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که الاول الیک و الثانی علیک، یک دفعه نگاه میکنی که برای تو رخصت است، دفعه دوم که نگاه میکنی سر حسابش حرام است. منشأ فساد همیشه ما بعض وقتا با امرای فامیل ها یک دیگران دفعه چی داریم؟ مشکلات داریم؟ همیشه پرسان میکنی از دواج هایی که تکلیف دارن همیشه چی هست؟ در فلان جای بودیم شوهر پشت فلان جای دختر را دیگاه یک کوچک داریم چه دیگه کلام 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 با طلاق میکشه این چیز دختر خانم قد شوهر قد خانم در رستوران میره در محفل میره چشمه خوان میره همین رقم باشه مردکه به وقت این نیزا لایک الوزه سیتینگ دیر لایک الوزه ولا به چیزی گفته نه تانه از عقلش نمیره در خانه میره جنگ میشه سبب فساد این نیست. من از این ما زیاد داریم، باید ما حقیقتا باید قبول بکنیم. این نیست که از کجا شروع میشه. آزادی که ما داریم این آزادی ما رو سرنگون میسازه. ما از همه یه خواهش میکنیم انشاءالله ماه مبارک رمضان است یه طور یک عادت بگیریم که از این چیزها خود دور بسازیم تا زندگی درست داشته باشیم. وقتی که قرآن معجزه است، اولین کلمه که در قرآن آمد اقرا بخوان و دومش کدام بود؟ نون والقلم و ما یسطرون، برش قالای تعلیم است. حالا اگر ما قرآن نفهمیم امی عبادت چرا هم بده میتونم از من ماه مبارک رمضان خلاص شد از مسجد برآمد همه چیز رواست، پس دیگه دو صف نماز هم نیست،
پول گیتش چکار شنام برا و همه چیز رواس ما در جای رفته بودیم یک شب در محفلی چی بود؟ چی بودیم؟ روز تولدی سر موسیقی ها شد و همه شد قدیم ها یک دختر اونجا نماز خواند قد خانم نه اونجا نماز جماعت خواندیم بعد از اون که ما در اونجا گوش شد موسیقی سر شد و هم چادر انداخت دیدیم که همونجا روام شروع یکان دفعه در چی میشیم در دوبه یکان دفعه میدیم دخترها خانم ها ششتن با امره این نقاب دیم که ایتون سیگه کشید را دو دست پاسش برام داره شد خیال میگه زرگه را آتش بید باشد این هر دویش برابر نمی آید بله این هر دویش برابر نمی آید کسی که عقیده داشته باشد این کار را نمی کنه بله ما میگوید که وقتی که ما عبادت میکنیم اول علمش را داشته باشیم بعد از عقیده داریم عقیده به این معنی که خداوند در قرآن میگه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین وقتی که به خدا عبادت میکنیم به اخلاص عبادت بکنیم پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث قدسی میفرمایه که ان الله لا ينظر على صوركم ولا ينظر الى قلوبكم تشکت نگاه نمیکنه حالا پس ما چه قلب پیش از اینکه ما حضور بکنیم باید قلب خود پاک کنیم این رمضان ماه عفو ماه یعنی عتق از نیران ماه مغفرت ماه تعلیم وقتی که ما اگر مرد هستیم این روز عید از بهانه است برو پیش کسی که با امرای یک ذره دلخوری داره بهش بگو که بیادر من مرا ببخش و مردی نیست این برای ما نیست که ما در خانه بشینیم کلگی مردم مشکلات زیاد دارن فامیل خط فامیل گپ نمیزنه کمیونیتی خط کمیونیتی گپ نمیزنه باز ما میان لباسشن نماز و روزه و از این مقالم هست که فایده نکرد از خداوند در قرآن میگه که یسالونک ماذا ينفقون بل پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پس تو پرسان میگه ما چه نفق میدیم میگه قل العفو مردم رو ببخش عفو وقت میتونی که سر مردم حاکم باشی که جزا داده میتونی اون وقت مردم عفو بکنی تو نمیتونی سر آدم اصلا عفو کنی اینه نمیگه قادر به جزا باشی اون وقت ببخشی این عفو بکنی روز عید روز عفو روز آشتی و برین این اسلام اینه نگه اسلام اینه نمیگه که لا خیر فی کثیر من نجواب الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس میگه که دی مناجا دی ایوان هیچ مفهومی نداره غیر از اینکه امر بصدقه کن یا ایست که امر معروف لا کن بین مردم و این ماه بیترین ماه هست بی عمل شما میتونید از استفاده بکنید و روز عید است یا پیش از عید است بولین پیش مردم کسی دیگه کم رنجیده شده باشه بگوین برادر من رب بخشی خداوند یعنی خداوند درجه شما را کسایی که اول پیش قدم می کنه به عفو او را خداوند درجه شما بالا در اون چیز می سازه در عرش در زیر عرش در مقام شما بالا است میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله می گفت که هر کس که خدا دشمن تو دشمن تو هر کس که خدا پایین میاره تو پیش مردم خداوند تو را بالا میاره دیگه نیست دیگه چه بالا اگر یکی دوم مرض بزرگی که ما از بین برده چیز همین کبر است کبر انسان را به کجا میکشانه؟ به منافقت میکشانه اصلا منافقت کلمه منافقت از نفقا گرفته شده نفقا اما سوراخ چی میگه؟ حیوان هست یک قسم حیوان هست در جزیره عرب برام یربوع میگه ایزه دو شکاف داره اون طرف هم یک شکاف میبینه این طرف هست یک نفر دیگه یک قبه کرد و از اینجا برامد رفتن اینجا این متعدد چشته در اینجا نیست از دو تا شکاف داره سراغ داشت منافق هم دو رقم هم رقم یک دو عقیده داره سن پیش دیگه رقم هست پیش رقم دیگه رقم اگر ما به نزد خداوند از یک طرف نماز بخوانیم و روزه بگیریم از طرف دیگر گفتش نکنیم فایده چیست؟ بس از این خاطر خداوند علم اهمیت بریم وقتی که حضرت آدم علیه السلام برتر شد سر ابلیس روی چی بود؟ از اینکه آدمی بزرگ بود یا از اینکه انسانی هستن؟ نه
از خاطر علمش برتری حضرت آدم سر ابلیس برتری علمش وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا. وقتی که خداوند به ملائکه نشان داد که این آدمی که از گل جور شده ده یک صفت دیگه هم هست که تعلیم همه چیز هم ملائکه گفتن که ایمان نمیتونم. از این خاطر بر طبیعت آدم علیه السلام روی ملائکه برای ابلیس چی بود؟ بر روی علمش بود. هر چقدر که ما علم ما زیادتر باشه همون قدر عبادت ما خوبتر است. قرآن خدا خوب میفهمیم. ما قرآن را پیشتر بود که مید اصلا یعنی کسایی که شنیدن نگه شما شن آب اشفیر وقتی که امام چی میخوانه نفهمی از کجا آقا باید چشم اشفیر تو برایه هیچ نمیفهمی. بودم حضورم نداریم چی حضور داریم؟ انگلیسی را یاد گرفتیم، هندی را یاد گرفتیم، تبله و ارمونیه را یاد گرفتیم. نمیتونم که الحمدلله که تفسیرهای وجود داره که کلش فارسی در زمان فارسی ترجمه شده بهترین تفسیرها همه جد هر روز بعد از نماز و صبح دو رکعت دو آیت بخوانی چی قدر برای تو در یک سال 200 نحوی 600 آیت میخوانی همیشه میفهمی. انشاءالله ما دعا کنیم میشه بشه ولی اصلا قدر است و خداوند کریم تمام عبادتان را قبول میکنه و رمضان را قبول میکنه و ما و شما امروز که در اینجا جمع شدیم روز قیامت ما یک جا همون از زمین بخیزم. و صلی الله و تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه و الحمد لله رب العالمین. از فاضل و دانشمندی محترم استاد صادق اقدوان سپاسگزار هستیم از اینکه وقت ما بسیار محدود است از او خاطر نتونستیم که زیادتر استاد بشنویم. انشاءالله موقع مساعد میسازیم که در روزهای بعدی کدام روز دیگر استاد زحمت بدیم و در پای صحبتهایشان برادران اتحادی و محترم از اون جایی که شما در جریان هستین انجمن همکاری افغانان نیوتر ولز کار کردن صندوق وفیات برای انداختن که امشب قرار بود که افتتاح شود. انشاءالله که معلومات مکمل در این مورد از جناب رئیس انجمن همکاری افغانان نیوتر ولز الحاج محمد نادر خواهش میکنیم صحبت کنند و معلومات در مورد و بعضی مسائل دیگه خودشان را میبینند خدمت شما حضور بدن. خواهش سبن را جان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد برادران وخواهران مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين كي خداوند تعالی ما را توفیق داد که در این شب مبارک قبل برای رضا و خوشنودیش در مسجد جمع شویم با هم دیگر و ذکر خداوند بکنیم که انشاءالله شب لیلة القدر نصیب کل ما و شما شود انشاءالله. ما کدام بیانیه و کدام صحبت دیگر ندارم. برای برادرا همیشه این صحبت میکنیم در طول مبارک رمضان الحمدلله چند موضوعی که شاید بر برادرای ما جالب باشن و شاید هم در ذهنشان بعضی سوال ها باشه و بعضی مسائل باشه همون رو به توضیح خلاصه در این چند دقیقه که وقت نماز و خدمت برادرها به عرض میرسانم. موضوع ای را اول کردن هم موضوعی است که در ذهن کل اگه دوست هاست موضوع مسجد که مسجد ما چطور پیش میره، کار مسجد چطور است، مسجد در کجا رسیده و الحمدلله قسمی که دوستای ما الحمدلله میبینن کار مسجد به نظر میآید که چی شده، کجا شده، در کجا رسیده و از نگاه تکنیکی ما خدمت دوستا بگویم که منزل تحتانی یعنی کارپارک مسجد باشه تمام کارش مکمل شده. اگر بلند کنیم بیرون مذاب میشه بگم درون در درون صدا درست است. من گفت دارم کرد شما اما در درون گفت دارم کرد شما در بیرون نمیتونم بلند کنیم جواب کنیم. مسجد منزل پایینیش بکنیم خلاص شده بخیر خوبی و طالب که سلاح بفته و هم بسته شده و این روز سیخکار آمده بودن و پلمر و الکتریشن یا مور لینا و یا خود جایش انبار کردن و سبا بخیر سیخکاری شروع میشه در این سلاح که در طرف
8 روز میں آپ کو زندہ گا انشاءاللہ کے کنکرے تو منزل بھائی صاحب روی زمین میرے ساوائے تکہ بعد از اون کار بسیار آسان میشن اگر برادرائی ما ساختمان که کار کرده باشن برشان معلوم شده که قسمت اعظم عمده کار هر ساختمان مخصوصا یک تعمیر بهی بزرگی مسجد ما در حدود 700 اسکوئر متر و او کارهای بسیار زیادی داره که او را در باید که از نگاه تکنیکی در منزل تحتانی او را مد نظر گرفته شود و ترتیب و تنظیم شود و کار دستنگ است مخصوصا که ما در یک موسم بسیار بارانی قرار گرفتیم و بسیار وقت زیاد کار ما را باران معطل کرد. در یک سالی که ما از دفتر هواشناسی گرفتیم تقریبا 80 روز مکمل پشت به پشت باران باید دادیم سال 80 روز مکمل. در 80 روز طبعا چون چپوری بود او دن می شد اتنا می شد که این روز که باران چپ کرد سوا شما برید در کار شروع بکنید. طبعا باید که یک روز سر بکنید که ساحل بکنید خوش کلا بعد از اون می توانید برید در اونجا کار بکنید و با وجود از اون الحمدلله کار به جای رسیده که فعلا بسیار خوب شده و سرعت می گیره انشاءالله. و طبعا در ذهن دوستان می گرده که ما قابل مثلا چه قفیصد این مسجد خرد شده و چه قدر دیگه از کارش مونده و چند دیگه از کارش پیش رفته. طبعا برادرهای ما ایسان مشکل است ما دقیقا بگوییم که چند روپیه اگزاکلی مصرف شده در مسجد، اما چون یک تعداد پیمنت ها داریم تو ها برای پیمنت دیگرس میگن که یک قسمت پتادیه شده یک قسمت باید تازه کنیم و یک قسمت پیمنت ها داریم که قریب پیمنت های بسیار کلان کلان از قبیل کنکریت یا مسائل سی و یا را که باید یا را بپردازیم یا قبیل چون مثلا لایت ها را که باید پیش از پیش بخریم. اما با وجود از وام اگر سر جمع تو رفلی بگوییم هنوز الحمدلله در حدود بین 33 لک تا 39 لک چیز کم شد لک نمیده اینجا هنوز مصرف شده و یعنی ما اینطور نیست که ما بالکل به آخرین دلار رسیده باشیم. به خاطر اینکه ما از بعضی دوستا میشنیدیم ما اعلام کردیم در روزی بخیر پیسه جمع میکنیم بر مسجد و بعضی دوستا یه غلط تعبیر کرده بودن به اینکه فکر کردن که دیگه کل پیسه مکمل خلاص شده دیگه آیا به ما شستگار کنکریت باقی مانده هم نهاله پیسه چی شد؟ دوستا از ما راستن سوال میکردن این پیسه هایی داشتن یا چی شد؟ برای ما پیسه داریم الحمدلله. یعنی اما شما میفهمید در کار ساختمان اگر میخواین ساختمان بکنید باید برش قبلا پلان بکنید. این نمیشه که تا دلار آخر مصرف کنید بعد از اون ما پیش ما بریم برادرها اینا دیگه پیسه دلکار مونده و پیسه بزرگکار مونده که کمک بکنید. او وقت شما میگید که خیلی آن دوباره کجا بودی؟ چرا وقتی را بین نگفتی؟ چرا تا پیش بینی نشده؟ و بعد از این تلفن رو بردن کار سخت است. اگر او را خام بکنید هم میگه که چرا نکردی؟ اگر او را خام بدی هم میگه چرا نکردی؟ بعد ترتیب خوب گذاران باید بکنیم. همین مردم ما همین ترتیب است. اما الحمدلله ما فعلا یک مقدار پیسه داریم که میتونیم امروز از او کار را پیش بریم. اما به خاطر سر شما دوباره صدا کردیم که در روزی کمک بکنیم که کار ما پس نمانه. کار ما پلان میکنیم پیش از پیش کار پیش بره. البته در قسمت چگونگی کار ما باتون بگویم که کار به وجه بسیار احسن از نگاه بچه ما کوشش میکنیم که برادرها که اما آسانترین و یعنی بهترین کار اما بسیار قیمت بیزاب کم در کار صورت بگیره. چون ما پروژه ما آن اپلدر است تعداد زیاد هم دوستا و وطندارا و کسای دیگه که هستن میتونن یا امرای ما کمک کردن در قسمت مسائل ساختمانی. مثلا اگر یک مثال بودیم ما چندین دفعه پمپ کانکریت استفاده کردیم به خاطر کانکریت هم مقایسه نداریم به خاطر که برادرای مسلمانی که پمپ داشتن و پمپ خود آوردن دو سه روز فقط برادرای کل این شاهد از همسایه فقط داشتن یک میزه خریدیم و هر روز 3000-4000 دلار قیمت کار پمپ کردن کانکریت ها رفتن حتی گروپ کانکریت ها خودشان آمده بودن که به خود مزدور کار آوردن پیسه های مزدور کار رو داده بودن آمده بودن برای ما در ساحل کار میکردن. یا مثل از این اسکرپولدینگ یک نفر وعده کرده که مکمل خودش برای ما همونطور پسر بیلا میکنه یا دیزاین مسجد انجینری شد به حساب الکتریشن یک آدم بالکل مکمل بود دیزاین میکنه. یعنی این کارا چون پروژه او واضح است برای مردم برای کمک ما کوشش میکنیم که پیسه سیف شود و پروژه هم به وجه احسن و بهترش آباد شود و خیر خود به سر برسند. انشاءالله رحمان شما به خاطر داشته باشین در روزی برادرهای ما که به دوستان تلفن کنین هر چی خدا وقت بیارین باز ما کوشش میکنیم مسجد انشاءالله
و قیمت و فراموشم نکنیم برادران ما که ما سه کلیپ داشتیم در ابتدا که بین 3 تا 3 میلیون دلار مسجد برآورد شده بودن و اون نقشه که برای از اون کمپانی ها ما داده بودیم ارزانترین است که 2 میلیون تا بر 3 میلیون هم بود یعنی که این در نظرتون باشه اما من یقین میدم انشاءالله به کمک خداوند تعالی در این مسجد بسیار معجزه‌های بسیار برای باوقای بنده واقعا از توان و هدف ما دور است اما خداوند تعالی برابر میکنه ما یقین داریم و کوشش میکنیم که انشاءالله این زیر بجرد آباد شود اما به وقت احسن اما انشاءالله شما این موضوع باید در نظرتون باشد موضوع دومی که بسیار مهم است برای کمیونیتی ما و ما چند وقت است که راجعه بایی برای دوستدار ختمه اینیم و انجمال تصمیم گرفته که چون هر وقت هم جور میرفتیم وقتی فاتیا میشد کل دینی میشد برادر میگرد که برادر نه قبر داریم نه قبرستان داریم یکم مرده میبانه یا چطور بکنیم ایره خموره خم بداخره ما که ترس دقیق کردیم چندش کردیم بین خود مجلس کردیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که توان از این خود نداریم که ما برای شما بگیم ما میریم تو اونجای زمین رو بخریم و اون زمین رو بازه دوست شما هر که بیا اینجا مردار رو به ایزان مفت دفعه میکنن این خواهی کاری که اوائیست هم یک رفیق پاکستانی برای کس باره کردن کرد سکالر در بدیر و باید بخیر سر رو کمای وقتی زمین بخری این یک گفت است که بلکل گفت قابل باورم نیست و باید هم سکالر رو خدا میدن چی میکنن اما در خانه خانوم ها آواز نیست؟ که ما پروژه را جور کردیم که در اون هر فرد به عیس منبر به عوض به عیس عوض ماهانه $10 تادیه میکنن و یک مامین $100 اگه وانو میگه نمیشنیم اگه نه وانو میگه که در چشم کنه بنابرای خدا این شاید هر فامیل $10 هر فرد عضویت یعنی صندوق هم میخواه بگیره $10 باید که تادیه بکنه فی نفر بر هر ماه و یک فامیل که در یک فرمه به 7 نفر در او فامیل جاین به تعداد بجایش داره که ثبت نام بکنن در او 7 نفر پدر و مادر امرای 5 طفل و $100 اقل شمول میتن و دیگه هر فرد فامیل مانه $10 تادیه میکنه برای اقل عضویت خان با پول ماه اول دفعه اول و حساب پیشکی میپردازم به خاطر از اینکه فند ما آغاز بکنیم اما فعلا به فضل خدای مهربان الحمدلله در حدود 300 نفر اعضایی که پول تحویل کردن ما در لست خود داریم و در این چند روز فرمای بسیار زیادی هم به دست ما رسیده فضل خدا و توانمندی از این پیدا کردیم که با مشوره اعضا که ما همراه ما عضو شدن ما همراهشان مشوره کردیم که ما این صندوق خود را ان شاء الله رحمان به مناسبت این ماه مبارک و همین شب 27 ما این از میل از آغاز اعلام بکنیم یعنی به این معنا که اعضای ما خدا عمرشان دراز داشته باشند اگر خدا مادسی سرت میل از به باد میشه هر کسی که عضو ما است فرمش بشه ما که پیسه رسیده او را ما کور میکنیم دیگه او ما چی برشان میکنیم ما وقتی که تلفن از پیشان گرفتیم هر جایی که میت باشه در شفاخانه باشه یا داخانه باشه ما میریم اونها از اونجا میگیریم کارهای قانونیش خلاص میکنیم میبریم برشان در جای شستشو خودشان را میدن در برشان تایی ما برن اگر خودشان میخواستن خودشان میدن بشوین اگر نه نفر است برشان میشوین و بعد از او کفن و تمام مسائلش به طریق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فقه عرفی صورت میگیره و در قبرستان ریورستون برای فعلا اونجا دفن میشه و بعد از او این هم یک به عیسی یک به خاطر که یکی از اعضای ما بودن از اونجا حتی داد نفر به اثر قبرستان می باشه و به خاطر که روز تمام روز جا تیر کردن
اینجا میان ما بچان یک نار بسیار مختصر تهیه میکنیم و یک ختم قرآن دیمشان هم بچان میکنیم و میرن و طرف شما برای مردشان دعا میکنیم. یعنی در 120 دلار که یک آدم در یک سال میده تمام عظیم خدمات شامل هست. بعضی دوستا سوال میکنن که یعنی فکر که بودن که در این قبرستان در این شامل نیست، نه برادر ها شامل هست. طبعا بسیار عجیب معلوم میشن و من فکر میکنم که به خاطر از اینکه این رقم اسکیم یا این رقم سیستم ارزان هیچ جای دیگه کس پیدا نمیکنن، اما ما توکل ما به خدا و به شما اعضای کمیونیتی که شما همیشه میگفتین غم مرده با خورده شود. خب تا زمانی که ما پیسه از خود پیدا کنیم، زمین از خود بخریم، خیلی چی رقم بکنیم که غم مرده رو بخوریم، یک راه چاره شما بگوین از دیگه بهتر. از این پیسه که شما در اینجا سیو میکنین آهسته آهسته انشالله شما اعضا تصمیم میگیرین یک وقتی که ما از این آهسته آهسته زمین بخریم یا از این جای بخریم جنازه را بشوریم یا نگاه بکنیم یا فاتحه خانه جور بکنیم، هر چی که بکنیم، منتها این پیسه مال همین کمیونیتی میمانه بر دراز مدت. اگر ما 10 سال به این شکل پیش بریم و 1000 عضو داشته باشیم، در 10 سال بر 1000 عضو ما قبر بالکل مفت میشه. یعنی بالکل لگالیت از این نیست که پرداخت کنه کس. و همچنان در این سیستم ما هست که هر کسی که 5000 به فعلا قیمت قبر است پورا کرد، دیگه پیمنت برای ما نمیده و لایف ممبر میشه. و اگر کسی میخواست جنازه خود را ببر افغانستان، ترتیبات شما برای شما برابر میکنیم، منتها ما همون مقدار پولی که اینجا ختم میشه او را برای شما میدیم، اضافگی کرای طیاره را خودشان میپردازن. و اگر در لیتکم میخواین دفن کنن که اونجا هم یک مقواره قیمت تر است، ما همون قیمت درویستو را برای شما میدیم، اما هنوز هم تمام سرویس های خدمت شان است که منتها اضافه که در اونجا میشه او را خودشان میپردازن. یعنی تمام سهولت ها در نظر گرفته، حتی اگر ممبر ما عضو ما افغانستان میره در افغانستان به رضای حق میپاینده، ما بعد از گرفتن سرتیفیکیت دکتر یا سند فوتشان ما همو فیصه را برای فامیلشان میدیم که در افغانستان برایشان خیر و خیرات چه بکنن. این تمام زیاد این شامل است و این صندوق وقتی موفق میشه برادرها که شما از طرف این صندوق من عیسی یک صدقه جاریه، من عیسی یک خیرات سعی کنید، نه من عیسی یک منبرشه، من عیسی از اینکه یک عضو جامعه برای عضو دیگه کمک میکنن، من عیسی از اینکه یک برادر به برادر دیگه کمک میکنن. من در این روز جمعه پیش یکی از بزرگا رفتم در اوپن خبرش فرما خانه پوری کردم، دو هفته نمیتونست من گفت در خانه بیا و بسیار حالتی داشت، اتاقه که بسیار تنگ، بسیار یک زندگی عجیب و غریب که خدا هم تعالی با شما را با تو حالت نرسونه که برادر ما را خدا انشاءالله کمکش کنه. او همی پیسکت خود کرده فرمه برای من داد که بعدر این فرمگت من خود جور کنم اینجا او را که برش کنم. بعد از او برای من گفت گفار دیگه پروا نمیکنه که بچه این بیاید غمه بگیره و خبر بکنه نکنه کس من واس کنه در واضی من واس کنه، یک کسی هست که مرده من بگیره و ببره و دفن بکنه. و همین گفت از این برای من به حد قوت قلب شد بسیار و من که یعنی یک نفر خواهد اقل آرام میمشه و خواه میکنه، چون مرگ حق از دوست های مدرد کل ما شما رفته نیستیم. آه کسی که پول دارست فالحمدلله خوب و کسی که نداشته باشه سر از او 5000 دلار در مروز کار بسیار سخته. اسکیم دیگه که 100 دلار مردم میتن در روز قبر 4500 دلار دیگه از پشتان باز میگیره. بازم در اونجا که اگر در دیگه جای جنازه بگید 4500 اونجا مصرف میگه، بازم اون 5000 از کجا میشه؟ شما اگر سپورت کنین اسکیم دوام پیدا میکنه و نفع کمیونیتی است، پولیش در کمیونیتی میمونه و انشالله تمام مشکلات خدا تعالی حل میکنه. و از دوستای ما که ممبر ما هستن ما برشان میگیم که از میده که ممبر آن است و کارت ممبرشپشان در راست انشالله برشان میرسه از در توسط پست. و اگر پستای ما دگاه ما میخواهند که ممبر شوند، ما ممبرشپ خود برای خاطر آسانی برای دوستا برای یک ماه دیگه هم باز میمانیم به ممبرشپ 100 دلار فی فرمه. اگر تا آخر عقل نفر گرفتیم بعد از امرا از مشوره بگیم به خاطر زی اگر فند ما کم باشه ما مجبور هستیم کمک واره امراش احتیاط بکنیم، شاید که ممبرشپ ما هنوز هم 10 دلار است اما خود شمول شاید کمک برابره. فیلان اگر استفاده بکنین از موقع بیاین پیسه تان گم نمیشه، پیسه ما بین کمیونیتی میمانه و کمک است برای کمیونیتی. طرف 120 دلار یک نفر یک سال فکر کنید خیرات است. اگر اولادان را داخل کرده نمیتونید خیر است. خانم شوهر برای فعلا داخل شود. آهسته آهسته که ما قوی شیم اولادان را میتونیم از سال آینده ماهانه داخل کنیم. به خاطر آسانی کار. این بود راجع به صادق وفیات. اگر دوستای ما بروشور هم در بیرون است و فرم را میتونن از سایت ما عکس newsoutwales.org دانلود بکنن، خانه پوری بکنن، در ما روان کنن، اکانت بانک هم هست، میتونن در بانک پیسه ها تایید بکنن
و ما هم امراد خدمت شان هستیم اگر دابرای ما راسم مثل که دیگه دوستا معامله میکنن ما برشان انشاءالله که حاضر هستیم و دیگه ای که برادرهای ما اطلاع داشته باشند که مسجد ما الحمدلله فعلا قسمه که ببینیم مسجده که فعلا هستیم این فعال است جای فرده گرفتیم برای فاتی های خانم ما فاتی های زنان هم بسیار به صورت عالی میتونه شود ما چوکی هم داریم میز هم داریم آل سامان های نانپزی هم داریم همه چیز هم میتونیم ما در اینجا بهتر هم بکنیم همین نانه که شما امشب نوشجان کردیم ما اینه در مابین این مسجد بخته کردیم و به بسیار قیمت ارزان یعنی که ما میتونیم خدمت رو بکنیم در فاتیه ها و چارچش ها مقدر نیست در آن یک مصرف بقیه است چیز مسجد خودتان است برای خانمان جای است برای مردم جای است حتی برای نکاح هم جای است اگر کس میخواهد که نکاح بکنه در مسجد هم میتونه و اولین نکاح ما تاریخ 15 سپتامبر بک شده که انشاءالله در اینجا نکاح میشه طبعا نکاحی که نکاح مسلمانی و یک چای و یک خرما نفر وعده کرده برای مهمانان خود میده بنابراین این هم در نظر داشته باشین که ما شما جای آب داریم دیگه برنامه هایی که در مسجد اول از به خدمت شما دوستایی که نو آمدن تا به هم برسانم هر جا دوشنبه در اینجا درس از برادرهای ما جمع میشن شوال جمعه درس به زبان انگلیسی حتی به فارسی هم هست خواهرها برادرهای ما میان او جوان ها را بیاریم جوان کنیم ما کوشش میکنیم که جوان ها الحمدلله از رو کارهای طرف های دیگه که مثلا بعضی مسائل پیدا شده شما میفهمید مشکلات که هر کسی کش میکنه جوان ها طرف خود از رو خلاص شدن به مسجد خود ما امرای علمای ما جمع باشن بنابراین اگر جوان هایتان مشکل دارید یک دفعه دست شانه و ما بکنید در مسجد اگر بیاره میشانه انشاءالله مشکلات شانه خدا حل میکنم و مسئله دیگه این که یک خوارک ما به نام منیره جان آرس که معلم کوالیفاید است خوارک شده او میخواهد برای خوارکای ما کورس انگلیسی مجانی جور کند در اینجا در موقع مسجد برای کمک کنه برای کارخانگی هاشان برای خوارای ما که دوستان فقط علاقه داشت جال امرای ما در او مثلا در تماس شد و مسئله دیگه که ما باید عرض برسانم در این طول سالی که گذشت دوستان بسیار زیادی که در ما کمک کردن نهایت زیاد از هر طبقه از هر گروه برادرها خواهرهای ما در کار مسجد در کار اینجا و از کلشان کرده من از کلشان تشکر میکنم خود را هم بشناسم مگر من نمیتونم بدون از اینکه از آجی سار برای رشیدی تشکر کنم صحبت خود خاتمه بودم بخاطر از اینکه ایشان شخصی استم که در 365 روز سال گذشته هفت بچه یا میآیند اینجا تا به عفت به شام همسایه کل شهر که اینجا هستن میفهمند درست است یکان داره کار میکنه سر ما کارش هم میبر داریم و او به خاطر از یکی سفر میشه خب بیرون میشه برادرهای ما که در اون جای ندارن در بیرون میتونن میشنن انشاءالله و ما بازم از طرف شما از آجی صاحب تشکر میکنم خدا دیگه هم توفیق مزید برشان میده مسئله آخره که به خدمت برادرها در دو دقیقه آینده کار دارم برادرهای ما هر مسئله‌ای که از کمیونیتی برای ما میآید کوشش میکنیم که مسئله را همونطور مسلمانی و همونطور بزکنده همراه برادرهای خود صحبت بکنیم مخصوصا ما نمیخواهیم که خدا را خواسته کسی غیبت ما را بکنه که نیکیه از او با ما بیاره بخاطر اینکه هر کس به نیکیه خود ضرورت داره و ما نمیخواهیم غیبت کسی را بکنیم که نیکیه ما بره برای کسی دیگه بعضی دوستای ما بعض مسائل هم میگن که آقا نمیگاره یک چیزی هست که عادیست هست ما کلشم تعمل داریم یک مسائل قسمت مسائل قاری صاحب ما میخوایم وضاحت کنم که ما در جلسه ماه جون که به خاطر آمادگی و ماه برک رمضان گرفته بودیم اعضای انجمن به خود فیصله کردیم که وقتی که رمضان بیاید اولین نوبت و حق از قرای خود ماست که باید ختم بر ما بکن و ما بنابراین به مو خاطر رفت به شب قاری صاحب صافی که قاری صاحب بسیار بزرگ و معظمی است او برای ما عذر کرد که برادر ما در خانه ما بسیار پول است و ما تا ساعت 5 بجه که اونجا بیایم یا نمیتونم فقط برسم و ما در اونجا ختم دارم امروز دوستا هم که ختم میکنم معذرت خواهی پیش کرد ما رفتیم به شب قاری صاحب ننگیالای به شب قاری صاحب ننگیالای او هم یک کمک مشکلاتی داشت که قابل درک بود و او هم گفت که امسال من نمیتونم ختم پیش ببرم شما بتونید یک قاری دیگه هم پیدا بکنید و خود قاری صاحب منگاله خدا خیلی نصیب کنه با اون بزرگواری که داره قاری صاحب رضوانه آقایم شب که برادرهای ما میشنن صداش آورد به ما معرفی کرد و این تا زمانی بود که ما قاری صاحب دیگر از اون مملکت دیگر نخواسته بودیم و وقتی که ما دیدیم که ما یعنی باید که قاری داشته باشیم که ما مقیمین عرب و عجم هر چیز داریم بعد از اون قاری صاحب آورده و دیگه اینکه برادرهای ما
بعضی ها اینطور بر دوستا گفتن که ما $10,000 به خارج ها میدیم و یه پا و در هر سال شما باور کنید که اخناق شما برادرها شاهد هستن اما مکسیمم برای اون مسلمان هایی از امرای دور آمده و آدم آدم عادی نیستن و خودش داکتر چشم هست، سپشالیست چشم هست، زندگی بسیار خوبی داره او هم باید مانا یک اونس گرفتن تمیش ام سال فنلند برش بود $3,000 هم برش میدادن به خاطر افغانات تا آخرین نظر ممکن بود که ما نخواهیمش اما صبر کرد که بیاید اینجا و برای ما شما چون امرای ما بسیار یک محبت و اونس گرفتن ما هیچ وقت برش $10,000 نداریم و هیچ وقت از پیسه مسجد و قرآن با پیسه نداریم این پیسه که شما حالا میدین این پیسه ما برای خواهی صاحبا تقسیم میکنیم من شما مطلب به صورت عادلانه مقصد از این نگاه خاطر تو انجام باشه انشاءالله تمام مسائل به صورت درست برادر ما یس امیم انشاءالله برادر دیگه مسئله که انشاءالله برادران در نظر داشته باشن سواد کسبی بعد از ختم تراوی یک شخص توقف است در برادرات چای بخورن بعد از او سواد کسبی و امامت قاری صاحب دکتر اسلام برگزار میشه انشاءالله سواد کسبی سواد است نماز است که آدم به عمر خود باید یک دفعه بخونه اگر هر سال یک دفعه بخونه بسیار خوب است اگر زیادتر بخونه هنوز خوبتر است بدم دوستای ما اگر وقت داشته باشن میتونن برن پس بیاین موضوع خود تازه کنن و ما اقوام جور کنیم انشاءالله چه هم جور میکنیم میشه پس شریع هم میکنیم قرار کنیم با شب 27 از شب زندداری میکنیم و خواهیش رو قرارت هم میکنیم و همه چیز انشاءالله میشه دوستان ما علاقه داشته باشن پس سلامات دستگی انشاءالله رحمت جای دارن که از دوستایی که برادرهای ما که کمک سفر خدا خود رو بجرد شیشتر اگر جور بکنند که برادرهای که بیرون هستن و هم داخل کنند و پردن بیرون نمشن تعداد زیاد از دوستا پیسه برای مسجد دایی کنند که از سب رو پیاده رو بگرفته تا $500 و بالاخره امیال یک برادر فیجیان ماست قصاب از روی اقامده $1,000 به مسجد کمک کرد و دیگه برادرهایی که اصلا الحمدلله برادران ما در وقت در بین کمک های شما هیچ وقت فرق نداریم هیچ وقت بخاطر از اینکه $10 از یک آدمی که توانش نداشته باشه کار $1,000 تمامگره بکنه بخاطر از این پیش پروردگار خود و پیش پروردگار ها کمی پیسه و کمی نیست پیش پروردگار خود تنها نیت و اندیشه است یک آدم $10 داره همون هم میگرشم این داده یک آدم $1,000 داره چنان دوستایی که $50 دادن $10 دادن $5 دادن از کلشان تشکر میگیم خدا حافظ بکن قوه که الحمدلله خانه شان آباد این ماه پیشتر ما سه چک 10,000 داشتیم که 10,000 دوستای ما داده بودن و الحمدلله فضل خدا پیسه در حق مسجد آمده میره و کمبود نمیشه انشاءالله بیا به دیسی تا سلام علیکم و رحمت الله و برکات آن ریسی یا وستاف این نیم ریسا جست با یا تایم برادر ایمات از کلیکتنگ سم دونیشن سو پلیز هلپ می مدد یه دب با واس تاکنگ اباوت فیو تینگز این وی آر ایوری نایت تاکنگ اباوت ایت ود یو بات وی هاف سم پرابلمز فرام فار اوی دت کم هیر جست فار دیس فار تونایت دتس وای وی هاف تو do few announcements and also if you would like I can say something about the mosque as well. As you know the mosque work is in good progress and we are doing very well inshallah and we're doing in Yawm al-Eid to do inshallah donation for the masjid. So please bring your money on that day and help us. Inshallah very soon that mosque gonna be built. So please hurry. Maybe one day the mosque will be built and your money will not be necessary. So inshallah, before that, please make some donation for the mosque and the mosque will be up and it's going to be good for everybody. And after Salat al-Taraweeh, there will be Salat al-Taraweeh by Dr. Qari Islam. If you have time, if you can want to keep that night live, inshallah. And also we have some very nice sweet at the end of it. We do the suhoor here and then we go inshallah. So come just keep in mind and also that Salat al-Aid, inshallah, by God willing, if it's on Sunday, so we will perform it at 8 o'clock in Shukran. So if it's on Sunday, inshallah. If anything happened before that, then we will let you know. But whatever Allah knows when, but most probably if it's on Sunday, so it's 8 o'clock in Shukran. If it's Sunday, it's 8 o'clock.
اگر در روز یک شنبه امکان زیاد چه است که روز یک شنبه باشن در جنتریا، اگر بود روز یک شنبه در مسجد شاه گراند است، امسال دوباره شاه گراند برای ما دادن و کلک بلده از دیگر دوستایی خبر ندارن، لطفا برشان زنگ بزنیم بگوییم که سرگردان نشن و نماز این ده هشت برده خانده میشه. از ما در اکمت ناوقت چکریم که چون خنوک است و دوستای با طبقای خدا میارن بنات و طبقایشان خنوک نخورد، اما لطفا تا ساعت هشت برده خدا برسن این بخیر خودیست. اگر وقت در ما میگیم بیاییم یعنی هشت برده نماز ما حتما اصلاح میشیم دیگه. این حال شما برتون وقت دار خود را تیار تحیل داریم روز یک شنبه این دیگه بانه ترافیک و مسائل هم نیست. لطفا روز یک شنبه وقت در بیاییم جناب محترم مولوی صاحب صحبت های بسیار خوبی دارم مولوی صاحب بسیار و صحبت ها میکنم وقت در تشکیل بیاریم انشاءالله. و برادرهای ما اگر فرمای فیلمان را داشته باشن میتونم که از سایت ما از axonnewsoutwales.org دانلود کنن یا اونجا که برن در دانلود که برن فیلمان فند فرمان دانلود که بیدن. و دیگر برادرهای ما از این وقت شما امرای ما میکنین نتری که سایت ما اینترنت و یوتیوب امرای ما شما ارتباط داشته باشین و ما تمام انکشافات کار مسجد یا تمام مسائل و مراسم اداره ما در سایت مندادیم و در یوتیوب مندادیم. اگر هر فرد شما در کامپیوتر خود تمام بلکتاون را نوشته کنند تمام معلومات برشون هست، فقط تایپ شدیم بلکتاون سایت ما میاید تمام انفورمیشن تمام معلومات هست و اینجا دار که خدا هم تالا هم جون داشته باشد. اگر در صورت کدام حادثه بنابرای من دوستا که می فهمه یا بنابرای آیسان من رای باید در کارتایی که بر تا میاید در اون نمبر امرجنسی نوشته می باشه و طریق کانتکت نوشته می باشه، اما صدا و گوش ما انشاءالله که میرسن و از همه چیزش خاطر جمع باشید. بازم میگم به آخر که ما این پروژه را به توکل خدا و به کمک شما و به حساب سر شما شروع کردیم. یک چیز که دوستا میاد میگن نه پیدا میگه ولی اینطور میشه اونطور میشه اونطور میشه، ما میگیم اگر خواست خدا باشه از دوستا همکاری کنن انشاءالله هیچ کاری نمیشه، این کمک همکاری است کار خیر است. بنابراین ما را تنها نمونین، بیاییم به نفع کلگی است انشاءالله. وقت نماز صفا را جور کنیم برادرهای ما، برادرهای ما که در بیرون هستن الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهرهم بغفرانك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وقد تحقق لنا ما نصب إليه من نصر وعز للإسلام والمسلمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعله إمامنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا ليلة القدر في شهرنا هذا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في شهرنا هذا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا ليلة القدر في شهرنا هذا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار. آمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين. آمين. واجعلنا من المقبولين الفائزين المفلحين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اكتبنا في الصائمين. آمين. واكتبنا في الذاكرين. آمين. واكتبنا في الشاكرين. آمين. واكتبنا في التالين للقرآن. آمين. واكتبنا في المصلين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا الصيام. آمين. وأن تشفع فينا القرآن. آمين. وأن تشفع فينا شهر رمضان. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اهدنا في من هديت. آمين. وعافنا في من عافيت. آمين. وتولنا في من توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. آمين. فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. آمين. فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. آمين. تباركت ربنا وتعاليت. آمين. فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. آمين. نستغفرك ونتوب إليك. آمين. ونؤمن بك ونتوكل عليك. آمين. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. آمين. أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. آمين. أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا الله يا عزيز يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم انتقم ممن آذانا. اللهم انتقم ممن آذانا. اللهم انتقم ممن آذانا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. آمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على أعدائهم يا رب العالمين. آمين. اللهم أرنا في أعدائهم يوما تشيب له الولاية الدان برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجمع كلمتهم
اللهم اجمع كلمتهم. أمين. اللهم اجمع كلمة المؤمنين. أمين. ووحد صفهم يا رب العالمين يا كريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. اللهم شتت شمل عدوهم. أمين. اللهم شتت شمل عدوهم. أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. اللهم أحصهم عددا. أمين. وقتلهم بددا. أمين. ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. أمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. أمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. أمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي أمين. أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان. أمين. وفي كل مكان يا رب العالمين. برما. اللهم انصر إخواننا في برما يا رب العالمين. أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. اللهم إن عدوهم قد طغى وتجبر. أمين. فأرنا فيه قوتك يا رب العالمين. أمين. اللهم أرنا فيهم قوتك يا رب العالمين. أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. أمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت وشهادة عند الموت وجنة ونعيما بعد الموت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقينا عذاب القبر يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة. أمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة. أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. اللهم اسقنا بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أمين. شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أمين. اللهم اسقنا بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا رب. اللهم إنا نسألك مصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أمين. وعبادك الصالحين. أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. يا الله أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين.
اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تحرمنا من جنابك فلا تحرمنا من جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا ما لنا إلها غيرك يا الله ما لنا إلها غيرك يا الله ما لنا إلها غيرك يا الله نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين He's black when the prisoners from prison, young prisoners of the freedom of the police and the army. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المسجونين اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المسجونين اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقهم حرية يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ريكي توفيق قريصة بورا لشمتتين إني ميجا مال مزبارك رمضان الحمد لله جوانا ما بسا سام گرفتن جوانا بچا نم جوانا در نماز همیشا و در بین از جوانا یک جوان گفته جای جانتاوت میکرد که او برالاویزی که هر شب وقت به نماز میامد خوبی دیگه چی بود که دم بالی پدر خود میشینه و همون منظم بیتا با غور و با دقت نماز میخوان دیگه نظر ما را گرفت اما این برادر ها برادر برادر دیگه چی هم یک سمت دیگه تو یک پیسا و یک تکتوری یک قدرجانی از پیش میکنیم او برادر خودش هم خبر نداره که من داره بگم او برادره که ما آقا سب سعید آمر آشیمی است که اینجا شیشتا همیان پولی بیخ خود از من اونا میان پولی با بیخ خود شیشتا دیگه از جناب مالایی سب خواهش میکنیم که امیر امر آقا سب بدن آقا سب بیشتا نام خدا رو به یه پرشب رمضان همیشه پولی پدر خود و واقعا که خدا برشان تو بسر و تو بدر کار روزی شان بود آمین و اول از گزن دو سبت های سرزمین از آله برای جناب خالیس هم آموزه تکلیف هم میشه از خالیس هم پشت میکنم چون من صلاحیت از این کار ندارم خالیس هم این توفه رو به این بزرگای ما انشاءالله تقدیم بکنم شا بگیریم بلان که محترم مولانا سید نور الحق یوسف زاده
لا يا اخي انا ما افهم شيء دي المشكة دي قاعد زارة سدي انا ما شفتها تمام كل سهر يوم جزاك الله خيرا محترم خبیث اسلام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فأهدني وأهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبرحمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين سلامان مبارك خدم القرآن الكريم بمهل موشمع سلامان بموشمع اتفاق اتحاد نصيبكم سلامان بموشمع الفت برادري وبرادري نصيب بكم تاب تمانيم در پرتوي آن باروح وجسم آرام ولبهاي خندان امور زندگي خيش را با داشتن ديانات و سعاده به هر جا و هر محل که زندگي مي کنیم و پیش ببریم برادران نهایت محترم عزیز ما میخوام کلی ما منتظر صحبت دانشمند و فاضل عزیز خود جناب الحاج مولوی سیف حدید بدون انتظار نشسته حال ایشان با وصفت تکلیف دارن تشریف آوردن بزرگواری کردن خداوند اجر از ایشان نصیبشان کنه و ایشان خواهش میکنیم که صحبت خود را آغاز کنند در ارتباط شفقت با خدای دل بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين ورحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم فقلتو ما يقدر بالمثال دارين دي اكسار فقلتو كي باكسارا بسراء زيارت تورغي خوستو نجيب زيارت يوم دا وكر زي زوارا يشمدين سر کارت و موت و مرد و نزاره تا چه کمه چه چه کمه جدی تروره این سال نکنیم ما نمیداریم چه رو شروع کنیم ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است امی خود تعریف قرآن خود معرفی قرآن خود نزول قرآن خود نزول از داشتن یک ایدئولوژی یا یک تفکر یا الدین نزول یعنی خودش یک بحث سار و سی و سار دامدار و قابل یعنی است موضوع و منی هم در ماه مبارک رمضان لیلت القدر است در باره لیلت القدر باید بحث کنیم این در کدام شبه هست چرا مهم است
كل أمور من الاستغفار ما شافوا كل واحد من السلاح كان صار سليم إلى تاني نكاء كل أمور ما صاروا ما بيتوك بهم أطوري مثلا حديث مبارك اسمه جد روز الجمعة يكسواتي كي أجا كل ساعة دعاية ودم بروبار شد حتما مستجاب شيء كلهم ساعات كل أمور من الاستغفار یا آیه مبارکه است که شما نمازهای خود نگاه کنید و صلات الوسطا نماز ما بین نگاه نماز ما بین کدام نماز است بعضی میگه صبح و پیشین از روز است و شام و خفتن از شب است نمازی دیگر نمازی چیز است که وسطا است بعضی میگه که پیشین و دیگر از روز است خفتن و شام و خفتن و صبح از اول روز و آخر شب است اصلا نماز شام ما بین چرا این مبارد؟ این ابهامات در حقیقت یک رحمت خداست به این خاطر رحمت خداست که میگه در روز جمعه یک ساعت است که در اون ساعت تو دعا کنی خدا قبول میکنه خیلی خدا اون ساعت باشه تمام روز دعا تمام روز عبادت و تمام روز خدا رو یا در لیلت القدر میگه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که در شبهای تاقی آخر در روز آخر مای مبارد که رمضان شما رو دستیم منظور دینی است که در میتونه عبادت بکنیم خدا را یاد کنیم تا بسیار وقت بیشیم شب زنده دو میدوشه باشیم یه هر کلا میشه یک نعمت خدا همچنان در نماز که نعمت وسطا است اگر نماز وسطا نماز وسطا است اگر نماز وسطا است سر کنش بقایم است چید کن به دامیم است حتما وسطا بگیرش میره یک یکی خیلی 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 که دامانه عبادت پاسی کشم ما قرآن کریم در شبای مبارک رمضان ختم کردیم و این قرآن کریم چی برای ما دو قرآنی که با ترتیب صحیح با داشتن علم به معنای قرآن با صدای بسیار گیرا و معصومانه واقعا کی به مقام اجابت انشاءالله نرسد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید میگه شما اگر پشت یک عالم متکی اقتدا میکنید این طور معنا داره مثل که پشت من اقتدا کردم این چقدر نعمت خدا بود که دو حافظ متکی دو حافظ پرهیزگار یک حافظ از جمله مسافر که امروز از اینجا به اینجا آمده و خاطریزی که نماز ما شما قرائت ما شما و ختم ما شما گویا اکمال شما چقدر نعمت بزرگ خداست این نعمت در حقیقت خدا که با ما شما داده موصوب که این نعمت را جای کرده من که قرآن میگه این طور دو نعمت الله لا تحصوها این الانسان را ظلم کفار دیگر جای میگه این طور دو نعمت الله لا تحصوها این الله لغفور رحیم شما نگه اگر نعمت های خدا را حساب میکنیم احسان هم میکنیم یک حساب است یک احساس حساب او را میگه که یک تکی را به یک جلسا کنی هم دوشی چار کنی احساب او را میگه که در دل خود شمار بگیر در دلم شمار کردن میدونی یک قرار بیاسی همه کنی از این جمله بزرگترین نعمتی که خدا به ما شما ارزانی کردن قدرت ما به گرفتن ماه مبارک رمضان و قدرت ما به اشتراک در تراویح و قدرت ما با سمع کرم الله مجید یه هر کدام میشه قدر نعمت است که یا الله مگر سه چیز ما باید داشته باشیم سه چیز در اسلام سر سه اصل بسیار ترکیز شده بسیار محکمه که صحت عمل است جذبه عمل است و ادامه عمل است در مسیحیت ادامه عمل است دو هزار سال میشه حضرت عیسی را پرستش میکنه مگر صحت عمل وجود نداره عیسی را به زیر خدا میدانه نه 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 بلا خودش خراب ختم این ادامه و این جذبه دیگه این بدن کنه چرا جذبه و ادامه هر رو در اشتباه را در موسمیت جذبه بود صحت عمل بود جذبی عمل بود مگر ادامه عمل نبود به حضرت موسی ایمان آوردن امور برحق شناختن کار درست بود کار صحیح بود مگر ادامه نداشت او که پشت روهای تورات رفت جناب موسیلای سامری ایمان آوردن میتی رتم در اسلام میگه هر چیزی که میکنی سی اصلا باید در نظر بگیری اول صحت عملی
ساعت عملی مو گرفتن مو مبارک رمضان بود نماز خواندن بود تراویح بود ختم قرآن بود الحمدلله قد ساعت هم بود جذبه عملم بود بخش سیون ایتیر باید ما در خود تطبیق کنیم که او ادامه عمل است ما روزه را گرفتیم در روزه چی میکردیم ما نه تنهایی که از خورد و نوش و خانداری خود نگاه میکردیم صدها میلیارد دیگه بود غیبت نمیکردیم دروغ نمیگفتیم گره به جنگ نمیانداختیم سود نمیخوردیم قمار نمیزدیم به شرابخانه نمیرفتیم و هزارها اعمال منفی دیگه خود حفظ کردیم وقتی که این را حفظ کردیم یا باید ادامه بدیم یک تعهد است که ما در یک ماه به خدا سپردیم هر عبادتی ما در حقیقت یک تعهد است ما وقت نماز میخوانیم و هر عبادتی ما متضمنیم یک اصل اخلاقی و یک اصل اجتماعی است در نماز میگه که میخوانیم بودگاه جامعه جانماز پاک باشد خب اگر پاک باشه یا ناپاک فاصله ما از خدا فرق میکنم؟ نه خدای ما خدا هر جایی باشد چه پاک و چه ناپاک در اینجا یک درس اخلاقی است که خود پاک نگاه کنه اضافه تر روایت بود در جامعه که میگیم باید پاک تا پاک باشیم در نماز میگه که میخوانیم باید به مال غم مقصوبه نباشه مقصوبه نه به زور گرفته بود از مال حق نباشد، رشوت نباشد، دزدی نباشد، دغدغه نباشد پاک صفا کن از حلال و طیب جامه بخر و در اونجا نمازت بخون این درس برای چی شد؟ درس برای چی شد که حرام نخو به حرام نزدیک نشو چیزی که ناپاک بودی رو به خود نزدیک نشو خودش یک درس است در روزه ای که بومیدیم بایدیم یک درس است که در اینجا زبان تا اداره کن گوش تا اداره کن پای تا اداره کن دست تا اداره کن چشم تا اداره کن و بالاخره قلب تا اداره کن وقتی که اداره رو کردی یک معیار است برای زندگی یک خط مشی است برای آینده ای این چیزا را که ما میکردیم عبادات این منحصر و مخصوص به مای مبارد سیام نبود این یک اصلی بود که ما برای خود گرفتیم و در زمان ما در رمضان سر طبیعت غلبه پیدا کردیم وقتی که ما طبیعت را مهار کردیم به هر طرف که حرکت کنیم میتونیم طبیعت با خودداری ازی است که هر چیزی که خواهش ما باید برسیم نان بخوریم، ماو بخوریم، پلاو بزنیم، قرمه در اینجا کلش از این پای گرفتیم که در این ما با طبیعت در اینجا خرش ما در اینجا خرش میکنیم، ما سازونی میکنیم ما بغاوت در برابر طبیعت میکنیم طبیعت ناسباز ما نان بخوریم و نمیشیم دون طبیعت چی نمیگه؟ میگه پیسی تا نگاه خوب، پیسه خوب چیز است ما در اینجا باز با طبیعت ستیز کردیم اما پیسی که از حلال و طیب پیدا کرده بودیم از بسپوزیم و دوی پیدا کرده بودیم اما را دو دسته به فصیل تقریم میکنیم این برادر خود این جهاد به جان ما و این جهاد به ما شد الذین هم و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اما کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا جهاد به مال نفس میکنند ما الحمدلله به نفس کردیم که روزه گرفتیم هم به مال کردیم که صدقه فطر دادیم این دنیا یعنی ما و سود بریم یه عبادت ها سر مشک آینده ما یک دو واجه داریم یکی را میگه میل یکی را میگه اراده یکی را میگه میل یکی را میگه اراده بعضی از کنم ما به این نظر است که میل و اراده از یک مقبوله است یعنی از یک جنس است میل که غلبه پیدا کرد به اراده تبدیل میشه بعد بین دارم مگر حقیقتیش که میل چیزی جدا و اراده چیزی جدا میل از طبیعت برگرفته و اراده از عقل طبیعت میگه بخور اراده چی میگه دیگه یعنی امر خدا شده نخور اراده از عقل برمیخینه و میل از طبیعت ما سه قوه داریم یکی را قوه شهوانیه میگن یکی را قوه شهوانیه قوه قهریه قوه عقلیه است وقتی که میگیم قوه شهوانیه منظور ما شهوات رانی نیست منظور ما جلب منافع است در هر کسی قوه موجود است که منافع باید از آن خودش باشه
ويجي قوية غضبية قوية غضبية يوني تارد بفوصل چیزی که با موموزر است مومو ترک میکنیم از گریز داریم یک سنگر میسازیم که با بد گرفتار داشتیم این دو قوه هر کدامش که به دیگه غربه کرده انسان را فاسد میسازیم فرضاً یک انسان است که قوه قهریه آنقدر مغلوب است که بگه هیچ کس بد نمیکرد در خانهش مردم در میه یک چه نمیگه سر را پایین گرفته مثل که در چیز میگه که با یک گوی زد گوی دیگر بریش بگی اگر واسکتت صادرت بود واسکتت هم پوشش همون کنی این با غلط هست دیجا یک توازن باید باشد هر جایی که ما میبینیم که با حیثیت ما و با آبروی ما بر میخورد و رو باید از قوای قهریه استفاده میکنیم اون تر میکنیم و هر جایی که میفهمیم که قوای قهریه ما ما را به یک جنجال اخته میکنه به موجب مردم آزاده میشد دیجا فورا باید مقابله خود این دو قوه را که برابر میکنه قوه عقلیه وقتی که عقل سالم بود موقعی از یر بود قضاوت میکنه و او را به اراده میسپارد اراده قوه اجرایی عقل اراده از طبیعت نیست اراده فقط قوه اجرایی عقل را صدق برمیشه الهی العالمین با مو شما از او را نصیب کنند که عقل ما کامل و عقل ما سالم و اراده ما قوی باشد هر قدر اراده انسان قوی بود دوم اندازه در برابر هر نوع ناملایمتی ها و در برابر هر نوع پشکی ها مبارزه کرده می کنند. او کسانی که قوه میلیه سابقه را قمیش می بینی وطن را می فروشد می بینی غلام دیگران می شد می بینی به هزار رنج در سر پایین می کنند. چرا؟ در اونجا قوه میلیه غلبه پیدا کرده او می گنی با قوم می ریاست همی جمهوری می گذارد این میره محکم بگی اگر با نوکری اجنبی است اگر به بدل فروش وطن است اگر به بدل سر مسلمان های بزنون و بگست و بکوی است این فرق نمی کنه برابران ایس کتا این جای محکم بگی با شما از همه چیز آنتر لازم نیست که خودم منظم بسازم چون دوست بسیار کم است که بوده دیم و شما نماز چیز نمی کنم نماز تصدیح خداوند قبول کنم و شما دعا میکنیم الحمدلله رب العالمین و سلام و سلام و علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی اله العالمین عبادات تمام مسلمان در هر سر دنیا که از پروردگار عالم رحمت قبول ثواب یعنی عبادات ما شما را با دیدی که خدا از ما قبولش میکنه اله العالمین به همه مدهای مسلمان برسان اله العالمین وطن ما را از شر اجانب از شر دشمنان، از شر دشمنان دین و دشمنان ما نجات ما میگیم که خدای ما مغلوب استیم ما نمیدانیم یا الله تو غالب استیم خدای کسی که به خاطر تو، به خاطر در راه تو، به خاطر استحکام نظام تو سر خودم تو خدای شهادت چه قبول خدای اونا رو نشرم خدای سری از اونا دشمن شان غالب نگرد یا الله هم کسانی که دشمن دین ماست دشمن ماست و دشمن دین ماست در هر لباسی که است یا الله اونا را رقم عاد و سمود بگرد الله تو قادر است که عرض ما التجاع ما به دربار خودت است خدای همه مرده های اصلی مسلم بیاموزید مریضا را شفا صحت کامل نصیب کنید عبادات مسلمان را قبول کنید و ما را توفیق عمل صالح نصیب بفرمایید که تا زنده هستیم پابند امر حق باشیم اللهم صل علی محمد و علی محمد و بارک وسلم علیه